آقا من واقعا سر دیوایس گیر شدم، نمیدونم چی به چیه، چه جوریه ترتیبش. توی چنل یوتیوبشون میرم، مثلا دو تا اجرا رو زده، مثلا قسمت اول دو تا اجرا رو زده قسمت دوم. خب بعد خب من اینا رو باز میکنم، اوکی، بعدش یکم بالاتر میرم دوباره یه دونه دیگر زده قسمت اول. مگه ما مسخره شماییم که دو تا اجرا پشت سر هم این نمیذارین؟ چجوری داستان؟ من نمیدونم واقعا ترتیبشو. میخواستم به ترتیب برم ریاکشن روی اجرای The Voice، اما این نظم چنل یوتیوبشون که دیدم تصمیم گرفتم که منتخب بریم، یعنی کسایی که خودتون پیشنهاد دادین رو بریم. دو تا پیشنهاد اصلا بیشتر بود، یکی پریا یکی آوا، که این دوتا رو با هم دیگه شروع میکنیم حالا، تا حالا ببینیم شاید ویدئوهای بعدی تونستیم نظمش رو پیدا کنیم. من الان باور کنین یه روبه گوز پیشم همینجوری دارم بالا پایین میرم که بزنید به یه نتیجه برسم، به هیچ نتیجه هم نرسیدم که چجوریه ترتیبشون. بریم الان اجرای پریا رو میخواییم بشنویم و حالا نمیدونم داستانش چیه، انگار مثلا هر قسمتی که پخش میشه چند نفر جدید هم اضافه میشن به این مثلا رقابت. بریم پریا. چرا صدا نمیاد؟ اوکی. پشمام پش، این اوپرا چه صدای بم خفنی داره. صدای بی صدا، آهنگ مرد تنهای فرهاد، خیلی صداش خفن. خفنه، منو یاد سیمین غانم میندازه، اونم مثلا حتی این شاید مثلا اوج صداش بالاتر از اون باشه. با پای خسته یه مرد بود یه مرد، به هم نگاه میکنی که کی زودتر بزنه برگرده. داستانش رو من بگم، من دموش رو نگاه کردم که مثلا داور توضیح میداد چجوریه، داور که نماجه توضیح میداد چجوریه. آرتیست میاد اجرا میکنه، داور هیچ اطلاعاتی از آرتیست ندارن، حتی اسمش هم نمیدونن. اگر از صداش خوششون اومد بر میگردن، و اگر یه دونه داور برگشته باشه، یعنی اینکه اون خواننده کسی که داره میخونه اومده تست بده، میشه مربیش میشه همونی که برگشته. اما اگر چند تا داور برگردن خب تا پایان اجراش، اینجوری میشه که خود آرتیست، خود کسی که داره میخونه باید انتخاب کنه که کدوم مربیش باشن، و مربیا باید، حالا اینجا برعکس شده داستان، مربیا باید تلاش کنن که اونو به نفع خودشون بردارن. هر مربی 12 تا هنرجو میتونه داشته باشه اگر اشتباه نکنم. برو خیلی صداش خفن. چند تا و چه خبره؟ پس سوگن برنگشت. ای سوگن چه کاره؟ مرسی، عالی بود، عالی بود. سلام. سلام. اسمتون چی عزیزه؟ پریا هستم. پریا چند سالتون اگه اشکال نداره بپرسم؟ 14 ژانویه 31 سالم شد. واقعا صداش خفنه ها، به معنای واقعی خفنه. اما یه
نکته بعدی که هستش، من تا حالا ندیدم از این مسابقات استعدادیابی صدا، حالا چه داخل ایران چه خارج ایران، یه خواننده در بیاد و ادامه بده. حالا داخل ایران کاری ندارم که مثلا عصر جدید بود و از تو شروین در اومد، یا شروین که البته برنده نشد، شروین با استعداد خودش بیشتر شناخته شد، اما خب بالاخره اونجا هم یه چی میگن سکوی پرتابی بود براش. سروش فرهمند از اون مسابقات در اومد که داره فعالیت میکنه. اما مثلا توی خارجی ها عملا یه دونه مهران آتش بود که کلن 3-4 تا موزیک داد دیگه نداد، و حالا نیکیتا بود که داره همچنان فعالیت میکنه. اما اینکه مثلا یه آرتیست خیلی خفن من یادم نمیاد کسی رو ارائه کرده باشن. خب پریار دیدیم، آقا ما یه چی میگن نظر داوراشون نگاه نمیکنم چون ویدیو همینجوریش هم طولانی میشه. خب حالا من میخواستم کل کسایی که توی یه قسمت باشن رو برم، خب ولی همینجوری داشتم میگشتم گفتم واقعا سر در نیاوردم، باید وقت بیشتری بذارم ببینم چجوریه که اونجوری بریم. ولی فعلا دوتا اجرا هم بخوایم بریم باز طولانی میشه. بریم نفر بعدی، آوا. آوا رو من خیلی تعریفش رو شنیدم، بریم اجراش رو ببینیم. آها اینه. آینه روی دیوار، من اون نگاه چی میبینیم؟ تقلب کرد بعد خیلی قشنگ. من یه تیکش رو توی اینستاگرام دیدم که آهنگ سوگند رو اجرا کردید و خیلی تو کامنت نوشته بودن که از خود سوگند بهتر اجرا کرده. از خود سوگند که نه، ولی واقعا خیلی خفن اجرا کرده. سوگند خوشحال شد آهنگش رو آینه یه روزی پر رنگ بود. بگو چرا آینه چی شدیم ما، شدیم یه دیوونه پر کم بود. آینه آینه روی دیوار، من اون نگاه چی میبینیم؟ آره برو یکم شل میخونه، یعنی محکم نیست. آینه آینه روی دیوار، سوگند یه همچین نه حالا به این خشنی، اما یه همچین توناژی میاره روی اجرای این کار. آهنگ خودش رو قبول کرد. آها پارتی بازی. اسم چی عزیزم؟ من اسمم آواست. آوای عزیز، ما اگه برنگشتیم به خاطر اینکه من چون میدونستم آهنگ سوگنده سبک خودشم میخونی خیلی بیشتر میتونه بهت واقعا چقدر عزیز دلم. دلیلی که نزدم اینه که سبکی نیست که من درش تبحری داشته باشم. بسیار خوب اجرا کردی، البته اینو بگم خیلی خوب اجرا کردی، صدای خیلی قشنگی هم داشتی. منو همش یاد یکی از دوستان به نام سوگند مینداختی. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. آرزوی موفقیت برات دارم. من چقدر شبیه سوگند میکنه، بعد دیدم آهنگ خودته. ببین در خب آقا این دو نفر دیدیم، ولی به نظر من اون اولیه کی بود؟ اسمش پریا بود اگر اشتباه نکنم. آره پریا. اصلا ببین لیولش به نظر من تا حداقل قسمت اول فرق میکنه با بقیه، لیولش بالاتره. خیلی این قدرت هنجرش عجیب غریب بود. دمتون گرم. بازم پیشنهاد کنین که اجرای کیا رو بریم و بگین قسمت چند. من واقعا گیج شدم توی این چنل یوتیوبشون. خیلی چکرین. قربان شما. بسر
چک.